به آخرین روز جشنواره فیلم فجر امسال رسیدیم و پرونده این دوره هم با اکران دو فیلم به نام‌های درب اثر هادی محقق و نمور ساخته داوود بیدل بسته شد. درب ساخته هادی محقق درباره یک مأمور برق که باید برق خانه‌ای در منطقه دورافتاده را وصل کنه. محقق در کارنامه خودش سه فیلم بلند و سابقه حضور در هنر و تجربه را داره و نقش اصلی این فیلم رو هم خودش بر عهده گرفته. فیلم نمور ساخته داوود بیدل هم به رابطه دو خواهر و برادر میپردازه که بعد از سالها با هم دیگه روبرو شدن و در پس این دیدار رازهایی برای اونا آشکار میشه. طی 11 روز گذشته 22 فیلم اکران شدن که اکثر آنها کارگردانهای جوان داشتند. موضوعی که میشه ازش این برداشت رو داشت که سینمای ایران در حال پوست اندازی است. عمده مضامین فیلمنامه‌های این دوره اجتماعی، جنگی و مربوط به تاریخ معاصر بود و در برخی از اونها میشد تلاش‌هایی برای رسیدن به ژانر رو دید. من قبل از جشنواره توی چند نوبتی که پیش اومد مطرح کردم و در واقع اون موضوعی که مطرح کردم در واقع این بود که اگر قرار باشه اتفاق خوبی در جشنواره فیلم فجر بیفته، از دل فیلمسازهای جوان به طور ویژه فیلم اولی هاست، چون به هر حال سالهاست که بزرگان سینمای ایران، کسانی که شاید 3-4 دهه هست دارن فیلم سازی میکنن، نتیجه کارشون خیلی مطلوب از آب در نمیاد به دلایل مختلف که میشه بعدن بهش توجه کرد. و دیگه الان با قطعیت میشه گفت که جشنواره فیلم فجر جشنواره اسامی نیست، بلکه جشنواره نتیجه کارهاست. و خب چون ما دنبال نتیجه ایم، طبیعتاً نتایج در واقع آثاری که فیلم اولی هستن و در واقع تازه ارائه شدن، احتمال اینکه ما رو غافلگیر بکنن خیلی بیشتره. امسال هم این اتفاق افتاد. در مجموع آرای مردمی حداقل 3-4 تا فیلم اولی هست که در واقع در رده های بالا قرار گرفته. موقعیت مهدی، ملاقات خصوصی، الافزار و حالا فیلم های دیگه. این یعنی اینکه به هر حال نسل جدید فیلمسازهای در واقع سینمای ایران متولد شدن و احتمالاً آینده از آن اونهاست. حتی کسایی که فیلم‌های متوسط‌تر جشنواره، یعنی فیلم‌هایی که قابل تحمل‌تر بودن تو جشنواره رو ساخته بودن، مثل مرد بازنده و امثال هم، فیلمسازهایی هستند که کارهای در واقع دوم، سوم، چهارمشون، یعنی شاید مثلا نزدیک به 7-8 ساله که مطرح شدن به عنوان کارگردان در سینما ایران، یعنی سینما ایران پوست اندازی کرده. اما خب به هر حال دیکته اینا نوشتم غلط نداره. در دل جشنواره‌ای که از دل 22 تا فیلم، بخش زیادی از فیلم‌ها واقعا فاقد ارزش بودن برای حاضر شدن در جمع فیلم‌های جشنواره فیلم فجر. و خب نمیدونم، امیدوارم بضاعت سینمای ایران این بوده باشه و فیلم خوبی بیرون نمونده باشه از جمع 22 تا فیلم. به هر حال فیلم اولی ها به نظرم سربلند بودن و تنور جشنواره رو اونها گرم کردن. شروع جشنواره فیلم فجر امسال همزمان با اوج گرفتن پیک ششم کرونا بود. برای رفت آمد به خانه اصحاب رسانه حدود 2300 کارت صادر شده بود که حدود 800 کارت متعلق به اهالی رسانه بود. تصمیمی که در این دوره و در این شرایط کمی عجیب به نظر می رسید. آنچه در این دوره رعایت پروتکل‌های بهداشتی نامیده می‌شد عملاً وجود نداشت و شرایط گرفتن تست PCR هم تنها در روزهای پایانی جشنواره فراهم شده بود. فردا نتیجه رقابت 22 فیلم از نگاه 7 داور مشخص میشه و برای اولین بار سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم وجود نخواهد داشت. به دلیل بروز مشکلاتی که در سیستم رأی‌گیری آرای مردمی به وجود آمد، تصمیم گرفته شد که این بخش از جشنواره حذف بشه. نه فقط سینمای ایران، بلکه در سینمای دنیا اصولا سینما یک امر داینامیکه، یک امر پویاست، امر ایستایی نیست که بر مبنای یک دستاوردی که یک دوره یک فیلمساز داشته تا ابد بتونه ادامه پیدا کنه. بزرگان سینمای دنیا همیشه تلاش میکنن که به روز باشن و جدید باشن. حتی مارتین اسکورسیزی بعد از چند دهه فیلمسازی همچنان تلاش میکنه با فناوری‌های جدید، با نگاه جدید فیلم بسازه. سینمای ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. حتما خوشحال میشیم که جوانها بیان فیلم بسازن و فیلم های خوبی بسازن در کنار در واقع نامدارها و قدیمی ها. اما واقعیت اینه که بررسی این 1-2 دهه اخیر سینمای ایران داره نشون میده که بخش بزرگی از اسامی
مطرح سینمای ایران یا دیگه نمیتونن فیلم بسازن، یعنی احتمالاً انگیزه و در واقع دغدغه آنچنانی ندارن، یا اگر اثری رو تولید میکنن واقعاً آثار خوبی نیست. خیلی از ما به واسطه در واقع آثار آقای مسعود کیمیایی عاشق سینما شدیم. خود من یکی از دلایل علاقه‌مندیم به سینما آثار مسعود کیمیاییه. موج نو سینمای ایران به واسطه آثار مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی رقم خورده. اما چند ساله که فیلم خوبی از آقای مهرجویی و آقای کیمیایی نمی‌بینیم. بزرگان دیگر هم به همیشه. پس در پاسخ به سوال شما مشخصا باید بگم که چاره‌ای غیر از این نداریم که به جوان‌ترها اعتماد بکنیم و براشون فضا ایجاد بکنیم و البته مراقب باشیم که مصادره‌شون نکنیم. چون وقتی فیلمساز خوبی میاد به هر طریقی با همه مشکلاتی که وجود داره برای تامین سرمایه و فیلمسازی، یه فیلم خوب میسازه تو جشنواره، بخش بزرگی از سرمایه ها و تهیه کننده های سینمایی را میان سراغش و میگن که آقا تو اگر میخوای تو این سینما کار کنی و فیلم بسازی باید اونجوری که من میگم بسازی. در نتیجه احتمالی که وجود داره برای اینکه لحن جدید، رنگ جدید، نگاه جدید به سینمای ایران اضافه بشه بعد از فیلم اول دوم سرکوب میشه و جریان غالب سینمای ایران این بچه‌ها رو به رنگ خودش در میاره. امیدوارم اتفاق نیفته و این تازگی که مثلا در موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فر دیدیم، در ملاقات خصوصی دیدیم، تا حدی در الفزار دیدیم، تلاش هایی که برای نو بودن انجام میشه ماندگار بشه و حمایت بشه ازشون برای اینکه سینما ایران از حالت تکبودی خارج بشه. ببینید واقعیت اینه که تو همین مرحله فیلم اول هم خیلی از بچه‌ها وقتی میخوان فیلم بسازن باید نظر تهیه کننده و سرمایه‌گذار رو جلب کنن. فیلم‌هایی که تحت عنوان فیلم اجتماعی امسال بود و نسبتاً مورد توجه قرار گرفت و فیلم اولی هم بودن مثل الفزار و ملاقات خصوصی ظاهراً فیلم اجتماعی هستند چون به یک دغدغه و مسئله اجتماعی میپردازن، اما تو بطن خودشون، تو شیوه روایتشون، تلاش برای متفاوت بودن، تلاش برای فضاسازی و رفتن به سمت سینمای ژانر دیده میشه. در حد تلاش دارن سعی میکنن که حتی اگر به موضوعات اجتماعی میپردازن در دلش معما رو وارد کنن، در دلش هیجان و ترس رو وارد کنن، گونه های جدی سینمای دنیا رو درش بتونن استفاده کنن. اما به نظر میاد که خب اون وجه اجتماعیشو برای راضی نگه داشتن سرمایه گذار رو تهیه کننده در نظر گرفتن، اون وجه در واقع تلاش هایی که صورت میگیره برای متفاوت بودن برای دل خودشونه. خیلی حساسه که ما بعد از این فیلم ها با این بچه ها چطور رفتار کنیم، اجازه بدیم که اون وجه نوآورانه‌شون رو پروار کنن و پرورش بدن، یا نه میگیم آقا اونو رها کن بیا همون جوری که من دوست دارم فیلم بسازم. اگر این کارو بکنیم خب طبیعتاً این جریانی که سینمای ایران سالهاست داره تجربه میکنه، یعنی مجموعی از فیلم‌هایی که به اسم سینمای کمدی تولید میشه که خب میفروشه و به هر حال لازمه برای در واقع پر کردن سالن‌های سینما، یا اونها رو میسازن یا یه سری فیلم اجتماعی از جنس سینمای حالا اسخر فرهادی و سعید روستایی و همسالان. ما چاره‌ای غیر از این نداریم که اجازه بدیم بچه‌ها بیان و رشد بکنن و نشون هم دادن که میتونن. حتی مثلا ما چند تا فیلم کاملاً شکست خورده داریم تو جشنواره که فیلم اولی هن یا فیلم های دوم کارگردانشون هن، مثل فیلم مثلا بی رویای ساخته آریان وزیر دفتری که به نظر می فیلم کاملا اتفاق نیفتاده و شکست خورده است، یا فیلم شهرک به همین شکل. اما پشت این فیلم ها یک تلاش ناموفق برای جنس دیگه از داستانگویی و فیلمسازی وجود داره که اگر اون تلاش ناموفقه رو ببینیم و فقط قضاوتمون در مورد این فیلم نباشه، شاید اون تلاشه بعداً بتونه در واقع رشد کنه و بالغانه‌تر ادامه پیدا کنه. ولی اگر نه بچه‌ها رو سر همین فیلم اولشون سرکوب کنیم، اینها یا باید فیلمسازی رو بذارن کنار یا برن شبیه بقیه فیلم بسازن، که اون وقت در نهایت اتفاق مثبتی در سینمای ایران نمی‌افته. به هر حال آرای مردمی نشون میده که این دسته از فیلم‌ها همچنان برای مخاطبین مطلوب‌ترن، اما یک نقیضش هم وجود داره و اون اینکه مخاطب هایی که تو جشنواره فیلم فجر حاضر میشن باید از دل فیلم هایی که تو جشنواره فیلم فجر هست به هر حال به یکیش رأی بدن، پس انتخاب زیادی هم ندارن. اتفاقی که داره تو سینما ایران میفته اینه که به هر حال یه جماعت محدودی اصولا سینما رو هن. نمودش رو هم تو جشنواره میبینیم. وقتی ما فیلم هامون به لحاظ تنوع داستان و شیوه روایت محدوده، مخاطبش هم محدود میشه. اون مخاطب محدود میشه به چه کسایی؟ به کسایی که یا این جنس از فیلم ها رو دوست دارن، یا اینکه کلن سینما رو دوست دارن و به هر شکلی میخوان برن فیلم ببینن و لذت ببرن مثل ما، و خب میگن خب ما چاره نداریم، فیلم های موجود همینه. اما فیلمی که تو جشنواره وجود داشته باشه و احتمال اینکه در سال آینده سینمای ایران فروش خیلی خوبی بخواد داشته باشه رو
من خیلی ندیدم. شاید موقعیت مهدی تا یه حد زیادی، شاید ملاقات خصوصی تا یه میزانی، ولی فیلم شادروان هم اصولا فیلمی بود که تو فضای کمدی برای گیشه ساخته شده، ولی فیلمی که بتونه رکورد فروش بزنه و یک جریانی در سال جدید سینمای ایران ایجاد بکنه، من در جمع فیلم ها ندیدم. سینمای ایران طی 12 ماه آینده تصویری جوانتر از خود به نمایش خواهد گذاشت و میشه گفت نسل جدیدی از کارگردان ها به صحنه آمده.